اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با برگزاری نشستی در مورد وضعیت افغانستان از نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغانستان ابراز نگرانی کردند. در این نشست که روز سه‌شنبه 4 مهر برگزار شده بود، اکثر کشورها خواستار فشارهای بیشتر بر گروه طالبان برای برداشتن ممنوعیت‌ها در برابر زنان شدند. مدیر اجرایی زنان سازمان ملل نیز از نمایندگان کشورها خواست تا از تلاش‌ها برای تدوین صریح آپارتاید جنسیتی در حقوق بین الملل حمایت کنند. او گفت که حمله‌های سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده علیه زنان نگرش طالبان در برابر این قشر را تشکیل می‌دهد و برای پاسخگویی به آن باید آپارتاید جنسیتی در هنجارهای بین المللی تعریف شود. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل هم با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر توسط طالبان میگوید که زنان و دختران در افغانستان در حال تحمل آپارتاید جنسیتی اند و باید یک نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود. وی می‌افزاید که طالبان به نقض شدید حقوق بشر، مجازات‌های وحشیانه، سرکوب رسانه‌ها و فعالان مدنی ادامه دادند. افزون بر این، 11 کشور با صدور بیانیه‌ای رفتار طالبان در قبال زنان را آزار جنسیتی توصیف کردند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، نهادهای بین المللی و کشورهای جهان همواره از نقض حقوق بشر در کشور توسط این گروه ابراز نگرانی کردند. مظاهر رئیس‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام، وقت شما بخیر. علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر محمد و آل محمد. نتایج و اهمیت نشست شورای امنیت در مورد بررسی وضعیت افغانستان به ویژه زنان در این کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ خب یک نشست خوبی بود که دیروز در سازمان ملل یا در شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد. از حضور و گسترش فعالیت های داعش در افغانستان بحث شد و همچنان نگرانی شورای امنیت در این مورد بیشتر شده بود و در ادامه بیشتر شدن فعالیت های گروه القاعده هم در افغانستان مورد بحث صورت گرفت که گرچه طالبان مدعی شده بودند که در افغانستان هیچ گونه گروه تروریستی به خصوص داعش و القاعده فعالیت ندارد، در حالی که دیروز هم از نماینده روسیه و همچنان از نماینده آمریکا و نماینده افغانستان در شورای امنیت مطرح کردند که 20 گروه تروریستی فعلا در افغانستان فعالیت دارند. خب در جای دیگر از اقدام های سرکوبگرایانه طالبان علیه جامعه افغانستان به خصوص جامعه هزاره و شیعه و همچنان فقدان توسعه پایدار و وضعیت وخیم انسانی در افغانستان که واقعا چالش های مهم برای جهان و منطقه است، اینا بحث صورت گرفت. خب چیزی که زیاد مهم بود در این نشست در مورد افغانستان از نقض حقوق بشری به ویژه از حقوق زنان افغانستان ابراز نگرانی شدید صورت گرفت که از او جمله خشونت علیه زنان و خشونت بشری در افغانستان را به خصوص زنان را اینا به عنوان آپارتاید جنسیات میکنند. خب من امیدوار هستم، من خوشحال هستم از نشست ها برگزار شد و جوامع مختلف و دولت های مختلف در اونجا حضور داشته باشه و از طریق برجسته ساختن این مسائل در افغانستان بیشتر فشار آورده شده به طالبان. بله آقای رئیس‌زاده، به رغم تاکید جامعه جهانی بر نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، چرا اقدامات عملی علیه طالبان صورت نمیگیره؟ خب طالبان فعلا بر جغرافیای سیاسی افغانستان حاکم است و البته اقدام عملی که ما رویش فکر بکنیم چگونه اقدامی باید باشه، اگر اقدام نظامی باشه که این قابل قبول برای جامعه جهانی نیست، اقدام نظامی صورت بگیره هم در افغانستان کشتار جمعی صورت میگیره، کشتار مردم صورت میگیره، خب هم قابل قبول و برای جامعه جهانی و بخصوص آمریکا نیست و کشورهایی هم هست که در واقع اینا لابی‌گری میکنن برای رسمیت شناسی طالبان در افغانستان به عنوان یک حکومت مشروع، البته حکومت از دید اسلامی در افغانستان. خب جامعه جهانی درست است که کوتاه‌کاری کردن، اینا درست عمل نکردن در قبال افغانستان واقعی که دو سال قبل
اتفاق افتاد باید اتفاق نمیفتید و یه فاجعه انسانی و فاجعه حقوق بشری در افغانستان باید جریان واقع نمیشد. خب حالی شده، حالی صورت گرفته، حالی جامعه جهانی باید کوشش بکنه که از طریق مختلف روی طالبا فشار بیاره که طالبا قبول بکنه سهیم شدن جوانب مختلف سیاسی، احزاب سیاسی و اقوامی که در افغانستان زندگی میکنه در سیاست. خب این مسائل باید صورت بگیره و اگر صورت نگیره خب بازم ما واضح هست که جغرافیای سیاسی افغانستان و ژئوپلیتیک افغانستان آماده هر گونه جنگ در طول تاریخ بوده و بازم هم جنگ صورت میگیره و بازم جوانب مختلف وارد جنگ میشوم. توصیه ما برای جامعه جهانی است که فشار بیارن روی طالبا رو به هر قیمتی که میشه قانع بکنن، اما قسمی قانع ساخته آورد بر جغرافیای افغانستان حاکم ساخت، این بار قانع بسازه که حقوق بشر رعایت شود، اشتراک سیاسی و مشارکت سیاسی صورت بگیره در افغانستان، اقوام مختلف در قدرت خود سهم بدانن و سهم بگیرن. خب این راه حل افغانستان. بله، با تشکر از آقای مظاهر رئیس‌زاده که از آنکارا با ما همراه بودند.